در نویه فرخور معرکه کشت و کاری بهاری ادامه دارد. امسال کشاورزان نویه موافق دورنما باید در میدان 9600 گکتر کشت پخته، 1000 گکتر سبزواد و 635 گکتر کشت زیر پلونکه پولیزی بروقتی گذارانند. با استفاده از باد و هوای مساعد در خوجگی های نویه تا امروز در میدان 767 گکتر سبزواد، زیاد از 500 گکتر پولیزی و در میدان 5700 گکتر کشت پخته گذارانده شده است. طبق اطلاع مسئولین، برای در مدت پیشبینی شده به انجام رسانیدن معرکه کشت پخته، دوام چند روز اخیر در میدان 650 تا 700 گکتر کشت صفت گذارانده می شود. در خوجگی های جماعت دیوت فرخور و در قد نوحیه کشت پخته باید تا سنه 10 اپریل پورا به انجام رسانیده شود. در خوجگی های دیوت مذکور امسال در برابر پخته کشت سبزوات و پولیزی نیز با وسعت جریان دارد، زیرا کشاورزان نوحیه همسال از 3 سال سبزوات و پولیزی بر وقتی درآمد خوب به دست می آورند. سالهای اخیر کشاورزان نوحیه فرخور سعی کوشش دارند که به کشت زراعت های بر وقتی تربوز زیر پلیونکا در گرخانه های موسمی پرورش و نگهبانی بادرنگ و پمیدار را خوب برآمده بازار داخلی نوحیه را با محصولات های خودی تامین نمایند. میدان گرمخانه های موسمی سال به سال زیاد گشته، امسال در میدان زیاده از 6.5 گکتر زراعت های بادرنگ و پمیدار کشت کرده شده است. موافق دورنمای ترکیب کشت زراعت ها، ما در میدان 635 گکتر زراعت های پولیزی کشت کردنی هستیم. این نقشه قریب به اجرا رسانده شده، در میدان زیاده از 300 گکتر کشت زراعت های زیر پلیونکه تربوز گذارنده شده است. در نویه برای فراوانی بازار استعمالی و پرسمر استفاده بردن هر یک قیده زمین کرم آبی، امسال در میدان 400 گکتر کشت پیاز و 200 گکتر کشت کرتوشکا گذارنده شده، علاقه اکثر دهقانان به جمعوری سبزوات بروقتی گرمخانانی شروع نمودند. برای افزون نمودن حجم سه سال مجموعی محصول کشاورزی، اهل زحمت خوجگی های نویه اقدام گرفتند که روزهای نزدیک دورنمای 233 گکتر کشت سبزوات و 69 گکتر کشت پولیزی باقی مانده را نیز به انجام رسانند. در خوجگی های جماعت دیوت زردار شهر کلاب با استفاده از باد و هوای مساعد معرکه کشت پخته با وسعت ادامه دارد. کشاورزان جماعت دیوت مذکور امسال موافق دورنما باید در میدان زیاده از 800 گکتر کشت پخته گذارانند که علاقه تا امروز از این نقشه در میدان بیش از 200 گکتر کشت خوشتفت گذارانده شده است. کشت دورنمای امسال ما 3000 گکتر تشکیل میدهند. کشت اساسا در جماعت های دیوت زردار و کلاب گذارانده شده است که تا به امروز در میدان 418 گکتر کشت گذارنده شده است. امید داریم که در روزهای نزدیک کشتی پنبه‌دانه به پرگی به اجرا می‌رسانیم. در خوجگی تخمی پروری سبز جماعت دیوت زرددار اهل زحمت اقدام گرفتند که امسال از سوی بروقت‌تر آغاز نمودن معرکه کشت تا سنه 10 اپریل کشت پخته را پورا به انجام رسانند. در خوجگی مذکور در اساس توصیه و همکاری با علمان و متخصصان سوها، برای با تخمی های خوش صفت پخته به اقلیم نویه های منطقه کلاب مطابق تامین نمودن کشاورزان، سال روان 3 نوی پخته کشت کرده می شود. ما نوی پخته خطلان 2014، سبز 2011 و 65 می کنیم که این در منطقه کلوب حاصل نوکشان بلند می باشد. در خوجگی کشت پخته در دو موضع گذارانده می شود که از 156 گکتر میدان عمومی کشت قسمان زمین ها توسط پایگاه برقی آبکشی و کانال اساسی دیوت زرددار آبیاری کرده می شود. برای پرورش پخته نوهای خطلان، سبز این و 65 که حاصل نوکی نوهای ذکر شده دوام چند سال اخیر در خوجگی از 35 تا 40 سنتی رو تشکیل می دهد. در برابر دیگر تدبیرهای آگروتکنیکی تامینات سری وقتی آب پولیزی نیز مهم ارزیابی کرده می شود. سال 2016 هم که از نورسوی آب پولیزی بیش از 20 گکتر میدان کشت پخته خوجگی تنها یک مرتبه آبیاری گردید، سالهای من بعد ماز با این سبب در این موضع که مشکلات نورسوی آب پولیزی جای دارد، اهل زحمت میدان کشت پخته را کم و زراعت غلدانگی را بیشتر نمودند. حالا که تا به میان آمدن این مشکلات در خوجگی در بین قطار باخو نیز علاوه به دورنما کشت پخته گذارانیده می شد، زیرا در شرایط دهات نسبت به دیگر نانگوی زراعت درآمدناکی سوهای پختکاری بیشتر است. امسال بعد تازه کردن
کانال اساسی و تعمیر پایگاه برقی آبکشی شوازان خوجگی سبز در برابر غله در میدان 2 هکتار کشت پیاز گذراندند. باندشه یک شوازان اگر سالی روان تامینات آب پلیزی بهتر کرده شود، سالهای من بعد در این موضع میدان کشت پخته از نو وسیع خواهد شد. امروز که معرکه کشت پخته در نویه های منطقه ادامه دارد، از نظر متخصصان سوها در برابر این مساله به صفت تخمی و سری وقت گذراندن کشت پخته نیز باید دقت جدی ظاهر کرده شود، چون که این عامل برای به دست آوردن حاصل دلخواه و پیشرفت سوها مساعدت میکند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت های سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده است که نسبت به مساله بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت ها و رشد سوهای تخمی پروری چاره های قطعی اندیشیده شود. در خوجگی تخمی پروری سبز با این مقصد شوازان اقدام گرفتند که اسباب کشت خوش صفت امسال نشانداد استحصالی را که سال گذشته قریب 100 تن تخمی پخته ختلان 65 سی و سبز این استحصال کرده شد بازم بیشتر نمایند. در دوره کشت تیرماهی بر وقتی و بهاری در نوحی مسجد بیش از 500 هکتار زمین های سال های قبلی بیکار خوابیده و گردش کشاورزی برگردانده، در این زمین ها کشت تیرماهی، غله، کشت بر وقتی، سبزوات، رستنی های روغنده، پالیزی گذرانده، قسمی قطعه ها برای کشت پنبه‌دانه آماده کرده شدند. در نوحی سال 2018 700 هکتار زمین های بیکار خوابیده موجود بوده، اساسا از نرسیدن آب و کم آبی بیشتر در حدود جماعت دهات آب بردون و نوبهار و سوخدیان تای چند سال در این زمین ها محصولات کشاورزی استحصال نشده است. تدبیر های دولتی با اعتماد گردیدن کاری پایگاه های آبکشی، رساندن حجم معیاری به یک قطار کانال های ماگیستریالی و اقدام صاحب کاران و خواجگی های دهقانی در ساختن چاه های عمودی از زمینه و عامل های استفاده دوباره زمین های می شوند که قبلا کشاورزان کاردان حاصل فراوان می رایندند. در حدود اساسیاسی استفاده برندگان آب سامان مسجد، اهل خواجگی دهقانی محمد رحیم در 10 هکتار زمین بیکار خوابیده غله، پالیزی، جوی بهاری، خوراک چوروا و پخته استحصال می نمایند. از نو کشت و پروری شافتن زراعت و پالیزی و آماده نمودن قسم زمین به کشت پنبه‌دانه در نتیجه ساختن دو چاه عمودی و توسط کانال موجود رساندن آب به زمین های منطقه امکان پذیر میگردد. اهل خواجگی بار نخست در این موضع با اصول زیر پلیانکا در 1 هکتار تربوز نوی نیتسی و در 4 هکتار خربوزه نوی میرزاچلی کشت کردند. در خواجگی دهخانی ظریفیان ناحیه باشد، در کشت خربوزه اصول تکنولوژی نورو جاری نمودند. کوچت خربوزه در گرمخانه تیار و در مرحله منبعده با شیناندن در زمین پالیسکاری پرورش کرده می شود. تخمی در گرمخانه ماه فوریه کشت گردیده، 4000 دانه کوچت خربوزه نوی زرکوکول با صفت آماده کرده شده است. بنابر نشانما حاصل خربوزه نسبت به کشت معمولی یا زیر پلیانکا یک ماه پیشتر پخته می رسد. چون این اصول ها از عامل های افسون نمودنی خربوزه و تربوز در نوحی مسجد می باشد. امسال کشاورزان نوحیه در 2400 هکتار، در 700 هکتار خربوزه، در 1700 هکتار تربوز استحصال می نمایند. در خواجگی های جماعت دیوات نوبهار میدان پالیزی زیاد می شود. بیش از 90 فایزی گرمخانه های دائم عمل کننده باشد. با سهم و اقدام صاحب کاران و خواجگی های دهخانی در همین جماعت دیوات بنیاد کرده شدند که از زمینه های فراوانی سبزوات بر وقتی خصوصا پمیدار و بادرنگ می باشند. گرمخانه اصول نو، گرمخانه تیپی دولتی کره جنوبی نیز بار نخست در حدود جماعت دیوات نوبهار در خواجگی دهخانی شادیان ساخته شده است. در این اصول گرمخانه از دهخانه گرمدهی مرکزی سیستم گرمدهی بوغی گرم کرده می شود. در دهخانه انگشت استفاده می گردد. این سیستم از یک چند جهت برای تامین گرمی معیاری با اعتماد است. در حدود گرمخانه سیستم گرمدهی موجود و سوزشواری انگشت دسترس می باشد. دو عدد گرمخانه مساحت 20 صدیک زمین را در بر گرفته، خواجگیداران بعد انجام ساختمان در زمینی آن پمیدار نوی گیبرید گلندی کشت و پروریش نمودند. هر یک گرمخانه دارای تا 2800 بیخ کوچتی پمیدار بوده، امروز مرحله حاصل بندیش است. بنا به خلاصه اگرانومی، از هر یک گرمخانه نکم از 10 تنگی پمیدار استحصال خواهد شد. بنا به اطلاع خواجگیداران، این نوی پمیدار بازارگیر بوده، استفاده چنین تیپی گرمخانه با کشاورزان درآمد می آورد و زیاد کردن این تیپی گرمخانه از زمینه های فراوان نمود مدلی سبزواتی بر وقتی استحصالی خودی می باشد. بشبه بهار و فصل شکوفتن ها و رستن ها نمی گویند. اجازکاری های طبیعت، زنده شوی زمین، سبزیش و نشونمای گل و گیاه های شفا بخش، چمنستان و لالزاری واقعا هم عجیب و زیبا را در هر گوشه از سرزمین خوشیدی مشاهده کردن ممکن است.
پس همین است که بهار و زیباترین فصل سال میگویند. برکت ایام و بهار فروخ پایک را انا در این موضع لالزار ناحیه جیهون خوب مشاهده کردیم. یک هفته باز در این خیرمن راز گلهای لاله خیرامیدن و جلوه ناز دارند و با هزار رنگ و با توجه هر بیننده و هر عاشق و هر راه گذر را بیشک این منظره به خود جلب میکند. واقعا هم در این موضع ناحیه جیهون همساله با سیربوریش آمدن فصل بهار لاله های خودروی نوروزی جلوه نمایی میکنند و با نمای خش محیط فرحفیزای وطن ما را باز هم زینت بیش میبخشند. خود رسالت بهار و نوروز همین است. به قول برخورداری از این شاهکاری های طبیعت وطن بیجان روان میبخشد و روح و تن را تراوت و سالمی عطا میکند. از شهر دوشنبه با ناحیه پنج سفر داشته بودیم، با ناحیه جیهون گذران شدیم. یک لاله‌زار زیبایی که در ناحیه جیهون موجود می باشد، یک وطن زیبا و آباد می باشد. ما از این فخر میکنیم، شکرانه نعمت میکنیم که وطن عزیز و محبوب داریم. در وطن ما غیر از گلها با چیهای نمی سبزند، علف های خوبی طبیعه هم داریم. علف های برای سلامتی انسان هم موجود است. زیاد از 800 گیاه هایی که هست در ناحیه مملکت جمهوری ما، از این باید ما استفاده ببریم. بیمارا باید از اینا استفاده ببرن که توابت بیاورند. واقعا هم شکری وطن آباد و خوشیدی خواهیم کرد. هر فصل سال در کشورم شکوه و عظمت خاص دارد، ولی بهار با فضیلت و نصرت و آرایشات عجیبش کم نظیر است. همین است که با چنین قشنگی ها بهار را عروس سال میگویند. این لاله‌زار نه تنها محیط را زیبا و پرنقش و نگار نموده است، بلکه برمشام هم نکهت و زیبایی روح بخش را عطا کرده است. نسیم فرامی اینجا و تماشای لباس عروسانه لاله های پرعجاز بی‌شبهه توجه هر یک ساکن کشور را به خود چون آهن ربا جلب میکند. و این همه رنگینی و زیبایی ها قلب ها را از نو شاد و مسرور و باز هم زنده گردانیده، با کاشانه های دل بخت و پیروزی عطا میکند. در ناحیه جیهون این یگانه منطقه نیست که چنین لاله‌زارها پهن گشته باشند. در منطقه قرادون نیز ما این خیل منطقه ها را داریم. در منطقه وادی چهارم این خیل منطقه ها را داریم که همه ساله بعد از انجام رسیدن نشر و نمای این رسانی ما آنها را همچون ذخیره خوراک چهارو صدها تن خوراک چهارو ذخیره کرده، همچون ذخیره سرغیزو خوراک چهارو استفاده میبرد. فرصت تماشای این منظره جالب طولانی نیست. عمر لاله همگی چند ده روزه است. پس با کلام شکرانه در لب می باید حسن ناتکرار کشوری آفتابی را تماشا کرد و از دل و جان در راه آباد کردن وطن کمری همت بست.